بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، بنده محمد علی ابراهیمی هستم، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک 23 از دانشگاه تربیت مدرسه تهران. امیدوارم که در این دوره هم مانند دوره قبل که هیدرولیک رو خدمتتون آموزش دادم، بتونیم یک دوره مناسبی داشته باشیم و اون مفاهیم لازم رو بتونم خدمتتون آموزش بدم. اگر قبلا در واقع دوره برای هیدرولیک نداشتید، خواهش من هستش که این دوره رو از فرادرس تهیه بکنید، یک آشنایی کلی با سیستم هیدرولیک داشته باشید تا این دوره برای شما مثمر ثمر واقع بشه. اولی مبحثی که خدمتتون ارائه میدم مبحث انواع کنترل های ما هستش. ما به طور کلی در سیستم های کنترلیمون دو نوع کنترل داریم. اولیش کنترل حلقه باز یا اوپن لوپ کنترل، شکل ساده ای از کنترل هستش. در این نوع کنترل ما یک ورودی داریم که به یک پروسسور یا پردازشگر داده میشه. پردازشگر این رو پردازش میکنه، دستورات لازم رو به کنترل کننده میده و کنترل کننده مجموعی از عملگرها رو راه اندازی میکنه. یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم، ماشین در واقع ظرفشویی رو در نظر بگیرید که صرفاً شما یک تایمری دارید، تایمر رو روشن میکنید، تو اون بازه زمانی که شما میدید این شروع میکنه ظرف‌ها رو شستن، آبکشی اولی انجام میده، بعد مواد شوینده اضافه میکنه و بعد آبکشی نهایی رو انجام میده. حالا با توجه به اون بازه زمانی که شما میدید، این رو کنترلگر و پردازشگر در واقع تقسیم میکنه که چه مدت زمانی این کار انجام میشه و چه مدت زمانی تایم های دیگه. در این کنترل مقادیر خروجی تابع مشخصات ذاتی سیستم بوده و هیچ گونه مقایسه بین ارزش بوده و ارزش بایسته انجام نمیشود. یعنی شما که این ظرف ها رو داخل ماشین ظرفشویی قرار دادید و تایمر رو گذاشتید مثلا رو 2 ساعت، سیستم ما شروع میکنه 2 ساعت این ظرف ها رو شستن، یه مقدار آبکشی الان اون شستن و بعد آبکشی نهایی رو انجام میده و دیگه در نهایت مقایسه نمیکنه آیا این ظرف ها به اندازه مطلوبی که شما مد نظرتون بوده شسته شده یا نه، تمیز هست یا نه. خروجی شما دیگه تابع مشخصات ذاتی سیستمه، یعنی اینکه این ماشین ظرفشویی چقدر قدرت تمیز شستن داشته تو این 2 ساعت، چقدر حالا آب مناسب بوده یا بقیه پارامترها ظرف تمیز خدمت شما ارائه خواهد داد. وگرنه اگر از لحاظ مثلا مشخصات ذاتی سیستم مناسب نباشه، بعد از 2 ساعت شما ظرف تمیزی رو نخواهید داشت. به همین ترتیب اغتشاشات و نوسانات ناخواسته میتونن روی این سیستم تأثیر بذارن و این سیستم شما رو تحت تأثیر قرار بدن. مثلا اگر ظرفهای شما کثیف‌تر از حد انتظار باشه، حد متداول باشه، اونورم ظرفاتون به خوبی تمیز نخواهد شد، یا جریان آب مناسب نباشه، یا پارامترهای دیگه که در تمیز شسته شدن ظرفا تأثیر داره، هر کدوم در به طور ناخواسته ایجاد بشه رو اون کار نهایی سیستم شما اثر خواهد گذاشت. یه مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، شما همین کلیدی که میزنید و لامپ رو روشن میکنید یا خاموش میکنید، مثالی از این است. شما کلید رو میزنید، لامپ روشن میشه، کلید رو میزنید، لامپ خاموش میشه، دیگه اون مقدار نور لامپ خودش رو با محیط متناسب نمیکنه. خب این جایی که ما نیاز نداریم یک کنترلی انجام بشه که ببینیم این مثلا ظرفشویی که تمیز شسته شدن یا نشدن. این سیستم یه سیستم ساده ای هست که ما دیگه نیاز به سنسورها و کنترل گرندهای دیگه نداریم. به راحتی یک سیستم حلقه باز هست مثلا برای همون کنترل روشن یا خاموش بودن لامپ که به شکل ساده قابل طراحی است. اما جاهایی که ما نیاز داریم بر اون که ارزش بوده و بایسته رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، یعنی خروجی نهایی برای ما مهم هست. الان در اون لامپ وقتی لامپ روشن میشه خروجیش برای ما مهم نیست، نمیخوام نور لامپ رو کم و زیاد بکنم، میخوام وقتی نیاز احساس کردم لامپ رو روشن میکنم و نیاز به کنترل بعدی اون ندارم. هر موقعم دیدم نیاز ندارم در اون رو خاموش میکنم. اما در سیستم ظرفشویی ما نیاز داریم که خروجی ظرفشویی ما اون ظرفای تمیز باشه، بنابراین باید یک مقایسه کننده ای و یک کنترلگری یا یک حس کننده ای اونجا قرار بگیره که به ما بگه که آیا این ظرفا خوب شسته شدن یا نشدن، و اگر نشده باشن فرایند رو جوری تغییر بده یا اون مواد شوینده رو اضافه بکنه یا میزان آب گرم رو کنترل بکنه بیشتر باشه که این ظرفا در نهایت تمیز خارج بشه و اون میزان کثیف بودنم کنترل بکنه. هر چقدر کثیف‌تر باشه بیشتر این رو بشوره، بیشتر در واقع مواد شوینده اضافه بکنه. خب در این سیستم علاوه بر سیستم قبلی یک سنسور که خروجی اون عملگر من رو اندازه میگیره و به ورودی میده. خب این مقدار فرض کنید در واقع اون میزان خوب شسته شدن شما باشه، این مقدار با اون بایسته کنترل میشه. این بوده من هست، بوده خروجی من هست و این بایسته ای که من دستور دادم، اینها اینجا مقایسه میشه و به پردازشگر و کنترلگر
داده میشه که اگر تا موقعی که من به اون حد مطلوب نرسیدم این فرآیند ادامه داره و وقتی که رسیدم اجازه نمیده از اون حد خارج بشه و در واقع عملگر من رو از کار میندازه. در نتیجه در این نوع کنترل دائما مقایسه بین ارزش بوده و بایسته انجام میشه توسط اون سنسوری که خدمتتون عرض کردم. به عبارت دیگر در هر لحظه از خروجی سیستم نمونه برداری میشه و با یک مقدار مرجع که قبلا اپراتور یا در ورودی داده شده مقایسه میشه و نتایج حاصل از این مقایسه باعث تثبیت یا تنظیم خروجی شما میشه. یعنی اگر کمتر از اون حد هستش این فرآیند ادامه پیدا میکنه، وقتی میخواد بیشتر باشه دیگه سیستم رو قطع خواهد کرد. امیدوارم الان متوجه شده باشید. پس در سیستم حلقه باز کار ساده تر هستش. ما یک دستور رو میدیم به اون با زمان یا سرعت یا هر پارامتر دیگه، اون عملگر ما راه اندازی میشه و کار انجام میده. دیگه خروجی ما چه چیزی باشه به ما داده نمیشه. مثلا شما پاتون رو پدال گاز میذارید، اگر کنترل کننده نباشه این سرعت شروع به افزایش پیدا میکنه. اما در سیستم حلقه بسته یک کنترلی بر روی اون خروجی ما هستش. مثلا شما دارید گاز میدید، یک سیستمی داره اون سرعتی که شما مد نظرتون هست رو کنترل میکنه که سرعت بیشتر از اون نشه و به اون حد رسید. حالا خود انسان هم اگر جز سیستم بدونیم، شما پاتون رو پدال میذارید گاز میدید، وقتی میبینید سرعت زیادتر میشه پاتون رو از روی پدال یک کمی بر میدارید که سرعت بیاد به اون سرعت مطلوب شما. اینجا دارید یک کنترل حلقه بسته انجام میدید. حالا همونطور که خدمتتون عرض کردم در این فرایند کنترل چه سیستم در واقع دستوراتی که به کنترلگر ما یا دستوراتی که به عملگر ما میرسه و دستوراتی که توسط سنسور از خروجی عملگر به ورودی پردازشگر ما میرسه به شکل سیگنال هست. در واقع سیگنال ها پارامترهای اطلاعاتی هستن که در بین طبقات مختلف زنجیره کنترل اطلاعات را جابجا میکنن. اما ما بیاییم بدونیم که چند نوع سیگنال داریم. اولین سیگنال های ما سیگنال های آنالوگ یا پیوسته هستن. در این نوع سیگنال ها اطلاعات به طور پیوسته و نقطه به نقطه ارائه میشه و در هر لحظه که به سیگنال مراجعه بکنید مقادیر همون لحظه رو میتونید دریافت بکنید. به این شکل در هر لحظه ما خروجی داریم، یعنی تو بازه های زمانی خیلی نزدیک به هم اطلاعات از خروجی مثلا عملگر به توسط سنسور به ورودی پردازشگر ما ارسال میشه. خب این مزیتی که داره، ما نقطه به نقطه و لحظه به لحظه کنترل داریم بر خروجیمون که میتونیم دقیقا مشخص کنیم که الان خروجی ما در چه وضعیتی قرار داره. خیلی از وقت ها ما نیاز نداریم نقطه به نقطه تو بازه های زمانی خیلی ریز اطلاعات رو داشته باشیم، چون این ارسال سیگنال ها برای ما برای سیستم توان رو داره میگیره و هزینه زمانی داره و رفته رفته موجب استهلاک سیستم ما خواهد شد، چون در یک بازی زمانی مشخص ما در نظر بگیریم سیگنال های زیادی داره هی ارسال میشه. خب وقتی ما نیازی به داشتن اطلاعات لحظه به لحظه نداریم، میتونیم از سیگنال های گسسته استفاده بکنیم که این سیگنال ها دیگه لحظه لحظه داده ها را برای ما نمیفرسته، بلکه در یک بازه های زمانی مشخصی اون خروجی یا ورودی را برای ما ارسال میکنه، به طوری که در این نوع سیگنال ها اطلاعات در محدوده زمان های مشخص ارائه میشوند و دستیابی به اطلاعات فقط در محدوده زمانی امکان پذیر هستش. مقادیر این سیگنال ها در محدوده زمان های مختلف دیگه نسبتی با یکدیگر ندارن و سیگنال ها به صورت پله ای هستن، همونطور که تو این شکل میبینید. مثلا تو این بازه زمانی اون سیگنال فرستاده میشه، مثلا فرض کنید هر 10 دقیقه یک بار داده برداری میشه، مثلا تو 10 دقیقه خروجی ما مثلا 5 هست، تو 10 دقیقه دوم خروجی ما 10 هست و به همین شکل. ممکنه این بازه های زمان هم ثابت نباشه، مثلا یه جا بازه زمانی زیادتر باشه یه جا کمتر باشه. اما نوع دیگه از سیگنال ها سیگنال های دیجیتال هستن که این سیگنال های دیجیتال جزء این سیگنال های گسسته به شمار میرن، با این تفاوت که مقادیر اونها با نسبت مشخص تغییر میکنه و خصوصیت پله های سیگنال ها با هم برابر هستن. اینجا دیگه این بازه های زمانی برای ما مشخصه، یعنی ما تو هر 5 دقیقه تو هر 10 دقیقه این داده برداری رو انجام میدیم یا در هر 10 دقیقه دستور لازم رو به اون عملگرمون میدیم، اما باز به شکل گسسته هستش. اما نوع دیگه از سیگنال ها سیگنال باینری هست. خب باینری شاید جای دیگه هم شنیده باشید، منطقی یا صفر و یکی هستش که نوع سیگنال دیجیتال باشد که مقادیر اونها فقط بین صفر و یک تغییر میکنه. این سیگنال های باینری اساس طراحی مدارات الکتروهیدرولیکی ما هستش، چون ما در مدارات الکتروهیدرولیک میخوایم شیر در واقع
کنترل جهتمون رو راه اندازی بکنیم، یا یک هست یعنی حرکت بکنه، یا صفر هست که بسته بشه دیگه، به شکل پیوسته یا پله‌ای صورت نمیگیره. یا دستور آن هست یک، یا دستور آف خواهد که جام نمودارش مشخص می‌کنید، یا شما صفر خاموش بودن و یک روشن بودن سیستم رو داره دیگه، مقادیر دیگه وجود نداره که با در مدار طراحی مدارات منطقی خدمتتون عرض کردم از این سیگنال ها استفاده می‌کنه. و اگر شما با مواس هیدرولیک آشنایی داشته باشید یا مجموعه هیدرولیک صنعتی ما رو که در فرادرس تهیه شده قبلا تهیه کرده باشید، می‌بینیم که ما سیستم هامون رو یا به شکل مکانیکی یا هیدرولیکی و یا گاهن پنوماتیکی داریم کنترل میکنیم، یعنی اون شیرهای کنترل جهتمون رو یا در واقع مسیرهای مختلفی که ما میخوایم باز و بسته بشه حرکت عملگر هامون رو با استفاده از در واقع نیروی دست مکانیکی، هیدرولیکی یا پنوماتیکی کنترل میکردیم. حالا در این دوره میخوایم آموزش بدیم که به شکلی ما بیایم اینا رو با سیستم کنترلی و الکتریکی این رو کنترل بکنیم، چون هم سیستم کنترلی امکان این رو به ما میده که ما بتونیم سیستم های پیچیده رو کنترل بکنیم، به آپشن ها و موارد بیشتری دست پیدا بکنیم و کارمون هم راحت‌تر و دقیق‌تر باشه. یه از جمله مزایای این سیستم کنترلی برقی این هستش که مصرف انرژی کمتر جهت انجام کار مشابه صورت میگیره، سرعت تجزیه تحلیل رو میتونه بالا ببره، هزینه کمتری نسبت به هیدرولیکی و پنوماتیکی داره، چون قطعات هیدرولیکی ما اکثرا ارزون‌تر هستن تا نسبت به قطعات مکانیکیمون. تعمیر و نگهداری اون آسان‌تر است چون قطعات کوچکتری هستن، به اون شکل بحث اصطکاک و درگیری و یا نیروی زیاد ایجاد نمیشه که باعث تخریب سیستم ما بشه. انعطاف پذیری بالایی ترن و افزایش قابلیت اطمینان بالاتری دارن، چون سیستم برقی خیلی دقیق تر از سیستم هیدرولیکی و پنوماتیکی هستش. ایمنی بالاتری وجود داره، چون باز اینجا نیرو و اون افزایش قدرت کم هستش و آسیبای کمتری به اپراتور یا سیستم وارد میشه. و از اونجا که ما مدارات الکتروهیدرولیکی خودمون رو در نرم افزاری به نام فلوید سیم طراحی میکنیم که دوستانی که قبرن هیدرولیک صنعتی رو از مجموعه فرادرس تهیه کردن آشنایی دارن به این نرم افزار، من دوباره این رو در اینجا نحوه نصبش و راه اندازیش رو خدمت دوستانی که قبلا آشنایی ندارن ارائه میدم. خب وارد اون پوشه فلوید سیمی که ما در اختیار شما همراه با این مجموعه قرار خواهیم داد میشید، قسمت ستا در اینجا دکمه نیکس. خب ما چون این مجموعه که در اختیار شما قرار میدیم استودنت ورژن هست و فول ورژن نیست، شما دکمه استودنت ورژن رو میزنید. اگر مایل باشید که از آپشن های مختلف این نرم افزار استفاده بکنید و به شکل حرفه‌ای این کار رو دنبال بکنید، میتونید فول ورژن رو از سایت فستو یا هر مجموعه دیگه‌ای خریداری بکنید و برای سیستم خودتون نصب کنید. دکمه نکست رو میزنید، موافقت میکنید، اینجا همون به شکل دیفالت قرار میدید. در اینجا محل نصب برنامه رو مشخص میکنید با بروز زدن و انتخاب اون محل نصب، یا همین به شکل دیفالت برای درایو سی نصب کنید. اینجا دکمه نکست رو میزنید، نکست رو بزنید، شروع به نصب خواهد کرد. چون من اینجا نصب کردم دیگه دکمه نکست رو نمیزنم، زیاد چیز در واقع سیستم پیچیده‌ای برای نصب نداره، همون حالتهای قبلی هست، فقط اون نکتهش این هستش که شما روی استودنت ورژن قرار بدید. بعد از اینکه نصب کردید برای دسکتاپ شما یا اولپروگرام شما در واقع نماد فلوید سیم، فستو فلوید سیم ظاهر خواهد شد که من این رو بر روی تصویرم پین کردم. نرم افزار رو رام میکنید، به این شکل صفحه نرم افزار ظاهر میشه. اگر این قسمت کامپوننت لایبراری نبود، به این شکل نبود، شما میتونید از این قسمت و تایتل ویو رو بزنید و این در دید شما قرار بگیره. برای شروع یک پروژه جدید فایل نیو رو میتونید بزنید، یا این برگه سفیدی که اینجا وجود داره رو میتونید بزنید تا یک پروژه جدید رو آغاز بکنید. تمام اون قطعات و نمادهای هیدرولیک و این پایین الکتروهیدرولیک اینجا آورده شده، همونطوری که خدمتتون عرض کردم با درگ اند دراپ کردن شما میتونید اینها رو وارد صفحه پروژهتون بکنید و پروژه رو اجرا بکنید. الان من اینجا یک مدار ساده ای برای شما طراحی میکنم، به این شکل با یک شیر ساده. این نماد جک ما هستش، این نماد پاور پک ما و این نماد شیر کنترل جهت ما که خدمتتون عرض کردم برای این کلیک راست بکنید و کامپوننت فوتو رو بزنید، میتونید شکل واقعی این قطعات رو به این شکل مشاهده بکنید. خب این موارد رو با هم نصب میکنم، مسیر رو میبندم. خب این رو میخوام، این الان نماد چیه؟ سلنوئید هست، یعنی تحریک برقی خواهد شد. خب برای تحریک برقی هم به این شکل میتونید قطعات رو وارد بکنید. من یه رله وارد اینجا میکنم،
و اون سلونویدی که مربوط به راهاندازین هست با ماده سلونوید وارد سیستم میکنه و یک کنتاکتی که قرار این رو راهاندازی بکنه به این شکل. اینا رو به شکل مفصل در قسمت طراحی مدار خدمتون توضیح خواهم داد. الان فقط صرفا برای آشنایی با نحوه راهاندازی اینها و طراحی مدار اینا رو خدمتون ارائه میدم. خب اینجا سلونویدمون رو این در این قسمت یک در واقع دایره کوچیک وجود داره به رنگ سبز در میاد، کلیک میکنید و اسم این سلونویدتون رو قرار میدید. مثلا اینجا Y1 باشه، اینجا باید تو مدار فرمانتون هم Y1 قرار بدید. Y1 مدار قدرت و این Y1 در مدار فرمان ما هستش. خب از این قسمت که وجود داره ما برای راه اندازی این دگمه استارت رو میزنیم و مدارمون رو راه اندازی میکنیم به این شکل. اینجا چون من کلید در واقع استارت قرار ندادم، اینجا یک کلید استارت قرار میدیم به این شکل که ما وقتی اینو زدیم راه اندازی بشه. هم کلید استارت ما به این شکل. الان این مدار رو از اینجا راه اندازی میکنیم، با این میتونیم متوقف کنیم و با این هم گفتیم میتونیم فریم به فریم این حرکت رو ببینیم. شما از اینجا راه اندازی میکنید، با این ها میتونید زوم رو انجام میدید یا در واقع زوم برعکس رو برگردونید. خب من الان اینجا وقتی دکمه استارت رو میزنم این ریلی کایه که من فعال خواهد شد، ریلی کایه که من که کنتاکتورهای خودش رو اندازی میکنه، از جمله کنتاکتور کایک رو راه اندازی خواهد کرد. کنتاکتور کایک در واقع عبارت بسته در میاد و بسته در اومد جریان 24 ولت از سلونوید من عبور میکنه و این اگر جریان از سلونوید عبور بکنه، اینجا سلونوید عبور بکنه، این رو در حالت ران قرار خواهد داد. ببینید به این شکل استارت رو که میزنم جریان الکتریسیته برقرار میشه و عملگر منو راه اندازی میکنه. امیدوارم که در واقع آشنایی کلی با این نرم افزار داشته باشید. تمام مداراتمون رو در این نرم افزار خدمت طراحی میکنیم. اگر اینجا در واقع خوب متوجه نشدید اصلا نگران نباشید، ما بارها به این نرم افزار برخواهیم داشت. ما این سیستم الکتروهیدرولیک رو که میخوایم خدمتتون آموزش بدیم یا در واقع حرکت و کنترل اون عملگرهامون رو که میخوایم با جریان برق انجام بدیم با سیستمی به نام ریلی یا ریلی کنتاکت انجام میدیم. خب ریلی چی هستش؟ ریلی یک سویچ معمولیه که تحریک اون توسط نیروی برق صورت میگیره. تفاوتی که با یک کلید ساده داره این هستش که ما وقتی جریان برق وارد ریلی میشه چندین کلید رو میتونه باز، یک چندین کلید رو ببنده که ما در نتیجه با خروجی اینها میتونیم چندین عملگر رو راه اندازی بکنیم یا چندین عملگر رو متوقف بکنیم. عبور جریان از سیم پیچ ریلی باعث تولید یک میدان مغناطیسی میشه و نیروی حاصل از میدان سبب حرکت یک اسپول یا یک تیغه فرومغناطیس خواهد شد. به همراه تیغه فرومغناطیس پلاتین های متحرک نیز تغییر حرکت داده و در نهایت باعث سویچ نمودن کنتاکت های ریله میشه. پس از قطع جریان عبوری از بوبین ریله، فنر داخلی اسپول با تیغه فرومغناطیس رو به حالت اولیه برمیگردونه و پلاتین های متحرک نیز به وضع اولشون برمیگردونن. خب این توضیحاتی که دادم شما اینجا مشاهده میکنید. وقتی این جریان 24 ولت ما که خدمتتون عرض کنم ما در سیستم الکتروهیدرولیک منبع ولتاژمون یک منبع ولتاژ DC 24 ولت خواهد بود. خب وقتی جریان برقرار میشه داخل این در واقع سیم پیچ ما یک میدان الکتریکی ایجاد میشه. این میدان الکتریکی این اسپول ما رو جابجا میکنه. وقتی این اسپول جابجا بشه، فرض کنید به سمت جلو جابجا بشه، این کنتاکت های باز رو میبنده و این کنتاکت های بسته رو باز میکنه. خب اگر شما فرض کنید اینها به یک مداری وصل باشن، اینجا مثلا به چراغی وصل باشن، این چراغ ها روشن خواهد شد و اگر اینها به چراغ دیگه وصل باشن، این چراغ هایی که روشن هست خاموش خواهد شد. خب شکل ظاهری یک ریله رو در واقع شما اینجا میبینید با کنتاکت های مختلف و این هم نمای داخلی اون هستش که وقتی اینجا از جریان الکتریسیته برقرار میشه، این جریان الکتریسیته اینجا میدان ایجاد میکنه و یک در واقع میدان مغناطیسی ایجاد میشه. این میدان مغناطیسی این حالا اهرم رو به سمت خودش جذب میکنه. این هم اهرم یعنی با برخورد به این کلید بسته هست رو باز و کلیدی که باز هست رو خواهد بست به این شکل. حالا مزایایی که این استفاده از ریله داره عبارت است از ایجاد کنترل غیر مستقیم جهت افزایش راندمان و انعطاف پذیری. دیگه ما مستقیم شیر کنترل جهتمون رو راه اندازی نمی کنیم، بلکه ما یک کلید الکتریکی رو میزنیم و با استفاده از یک واسطه اون شیر کنترل جهت ما راه اندازی میشه. تکثیر سیگنال میتواند یک سیگنال رو به چند سیگنال تقسیم بکنه. شما یک کلید رو راه اندازی میکنید با دستتون،
اما اون کلید چون کانتاکت های زیادتری ما داریم، این کانتاکت ها خودشان باز میشه به چند کانتاکت دیگه وصل کرد، چند ریلی دیگه وصل کرد و کانتاکت های دیگه هم راه اندازی کرد که میشه با اونها چندین سیستم رو کنترل کرد. بستن توابع منطقی. اما عناصر سیگنال دهنده با تماس مکانیکی که در سیستم‌های الکتروهیدرولیک ایجاد میشه. گفتم سیگنال‌هایی که بیشتر ما در سیستم الکتروهیدرولیک استفاده می‌کنیم از نوع باینری هست، یعنی یا آن هست یا آف هستش. اما عناصری که این سیگنال‌ها رو برای ما ارسال می‌کنه، نوع اولش کلید تحریک دستی هست، یعنی شما با استفاده از دست اینها رو راه اندازی می‌کنید، که نوع اول کلید شستی هست یا پوش باتن که شما کلید رو فشار میدید مانند کلید استارت، وقتی برمیدارید کلید قطع میشه. یا نوع کلید تحریک خارکی کنترل باتن که وقتی کلید زده میشه با برداشتن دست کلید همچنان در حالت تحریک باقی میمونه. خب مثال ساده برای شستی و خارکی هستش که کلیدهایی که برای آیفون یا درهای زنگ هست به شکل شستی، یعنی شما وقتی فشار میدید زنگ زده میشه، وقتی به دستتون برمیدارید قطع میشه. کلید تحریک خارکی مثلا کلید لامپ، شما وقتی لامپ رو روشن میکنید دیگه دستتون رو برمیدارید لامپ همچنان روشن باقی میمونه. نوع دوم عناصر سیگنال دهنده مکانیکی که انواع میکرو سویچ ها یا لیمیت سویچ ها در واقع بهشون میگیم و پرشر سویچ ها یا کلید های فشاره که شکلیت های هستن که با فشار سیستم کار میکنن. وقتی فشار سیستم افزایش پیدا میکنه اینها راه اندازی میشن. میکرو سویچ ها در واقع ساختمان آنها شبیه کلید های تحریک دستی بوده، با این تفاوت که عامل تحریک کننده در آنها نیروی مکانیکی می باشد. میکرو سویچ ها با حرکت قسمت های متحرک یک ماشین فعال می گردند و برای کنترل جابجایی مورد استفاده قرار می گیرند که شکل ظاهری اینها رو شما می بینید و این نماد مداری اونها هستش. همونطور که توضیح دادم اینها مشابه تحریک دستی هستن. شما الان اینجا این غلطک رو با دست فشار بدید این کلید راه اندازی میشه. منتها سیستم اینها جوری شده که به حالت غلطکی طراحی شده که وقتی عملگر ما به این غلطک برخورد میکنه این راه اندازی میشه، یعنی به جای اینکه با دست ما این رو تحریک بکنیم با یک عملگر ما راه اندازی میشه و ما معمولا جایی که میخوایم کورس عملگر رو کنترل بکنیم یا وقتی به انتهای کورس رسید یا در طی کورس یک به یک موقعیت خاصی رسید میخوایم یک کنترلی براش داشته باشیم، این رو تو اون موقعیتی که میخوایم قرار میدیم که وقتی عملگر ما از اون ناحیه در عبور میکنه با این غلطک برخورد بکنه و اون کنترل لازم انجام بشه. اما نوع دوم که پرشر سویچ ها بودن یا چیزای فشاری بودن، ساختمان اونها شبیه کلیدهای تحریک دستی بوده، با این تفاوت که عامل تحریک کنندان ها نیروی فشار سیاله. زمانی که فشار سیال به حد مشخصی برسه این سویچ ها عمل خواهد کرد که شکل ظاهری اینها رو اینجا میبینید. وقتی مشابه همین است، به جای اینکه دست یا اون عملگر ما شیر مون رو راه اندازی بکنه در مسیر سیال قرار میگیره و وقتی فشار سیال از یه حدی بیشتر شد این کلید ما سویچ خواهد شد. خب نماد مداری اینها رو هم در حالتی که در مدار قدرت ما به این شکل طراحی میکنیم و در مدار فرمانمون به این شکل طراحی خواهد شد. من وارد نرم‌افزار فلوکسی میشم و با طراحی چند مدار ساده مفاهیم کارکرد و نحوه کارکرد این عناصر سیگنال دهنده که خدمتون ارائه کردم رو خدمتون آموزش میدم و شما هم سعی کنید با در واقع دقت بیشتری توجه بکنید تا با تفاوت‌های اینها و نحوه کارکرد اینها بهتر آشنا بشید. توجه کنید که اینجا قصد ندارم فعلا طراحی مدار رو خدمت شما آموزش بدم. یعنی اگر دیدید که من با سرعت بیشتری رد شدم و مواردی رو توضیح ندادم، نگران نباشید که ما به شکل کلی و جز به جز ما در بخش فصل طراحی مدارات الکتروهیدرولیک اینها رو خدمتون آموزش خواهم داد. خب اولین عنصر سیگنال دهنده‌ای که خدمتتون عرض کردم عناصر سیگنال دهنده دستی بود که حالت کلید شستی خدمتتون عرض کردم. الان شما اینجا من یک منبع ولتاژ 24 ولت وارد می‌کنم، مثبت 24 و منفی 24، یک کلید در واقع شستی و یک لامپ یا چراغ وارد سیستم ها می‌کنم به این شکل نرم بس. خب خدمتتون عرض کردم که کلیدهای شستی خاصیتی که دارن تا مادامی که دست ما رو اون هست جریان برقراره، وقتی ما دستمون رو برمی‌داریم جریان قطع میشه. الان اینجا مشاهده میکنید، ببینید جریان قطعه. وقتی هم دست رو فشار میدم لامپ روشن میشه، وقتی دستمون رو برمی‌داریم لامپ خاموش میشه. این شکل حالت شستی عمل میکنه. اگر بخوایم راه اندازی باشه باید دستمون روی کلید باقی بمونه. حالا این رو عوض میکنیم و یک کلید تحریک خارکی در واقع میاریم. این شکل اگر نمادش رو شما مشاهده کنید حالت خارکی داره. خب الان
با زدن کلید و برداشتن دست دیگه در واقع جریان همچنان ادامه خواهد داشت. ببینید الان دست آزاد شده، اما همچنان این جریان الکتریکی برقرار هستش تا مادامی که ما دوباره این رو خودمون خاموش بکنیم. میشه. خب مورد دومی که خدمتتون عرض کردم کلیدهای در واقع میکرو سوئیچ بود. گفتیم میکرو سوئیچ ها رو عملگرهای ما راه اندازی میکنه و به شکل دستی راه اندازی نمیشه. الان مجبور هستیم که برای اینکه نحوه کار کردن رو خدمتتون آموزش بدم یک مدار هیدرولیکی ساده تر بکنم به این شکل و یک میکرو سوئیچ اینجا قرار بدم. این تولبار من که به این شکل میبینید نماد قرار گرفتن موقعیت میکرو سوئیچ من است. روی این کلیک میکنم و یک میکرو سوئیچ در انتهای من میخوام قرار بدم به اسم در واقع S1 که در انتهای کورس در فاصله 200 میلیمتری، چون تا 200 میلیمتر این کورس داره، قرار میگیره. در اینجا یک میکرو سوئیچ قرار میدم. میخوام وقتی این عملگر من به انتهای کورس رسید یک حالا چراغی رو اونجا من در مدار الکتروهیدرولیک خودم روشن بکنم به این شکل. میایم دوباره همون موارد رو قرار میدیم. چون این S1 هست، این میکرو سوئیچ که نمادش رو من قرار دادم اینجا باید S1 قرار بدم. به این شکل دابل کلیک میکنم و اسم S1 رو قرار میدم. وقتی این S1 قرار میدم شد میکرو سوئیچ، میبینید یه حالت در واقع خطی به این اضافه میشه که نماد میکرو سوئیچ هست. وقتی حالت ساده بود کانتاکت بود، وقتی اسم میکرو سوئیچ بهش دادم جای S1 قرار دادم، اینم S1 قرار دادم، نمادش متفاوت شد. الان این رو راه اندازی میکنم، ببینید وقتی رسید به من میکرو سوئیچ رو فعال کرد، میکرو سوئیچ فعال کرد، این چراغ روشن میشه. به این شکل دوباره رسید به میکرو سوئیچ برخورد کردین، به این شکل میبینید که چراغمون روشن خواهد شد. اما حالت دوم حالت پرشر سوئیچ هستش که خدمتتون عرض کردم نماد مدار قدرت به این شکل هستش، ما این رو باید اینجا قرار بدم و نماد مدار در واقع فرمانش به شکل دیگه هستش. خب اینجا به جای میکرو سوئیچ میام این اسمش رو میذارم P1 و اسم اینم میذارم به این شکل P1. ببینید الان دیگه این نمادش عوض شد، ببین فرمش هم عوض شد، به شکل شیر پرشر سوئیچ در اومد که نماد مدار قدرت و نماد مدار فرمان رو اینجا مشاهده میکنید. الان وقتی جک من به انتهای کورسش برسه، الان اینو باید در واقع تو این سمت قرار میدادیم، تو این مسیر ما قرار بدیم که وقتی فشار افزایش پیدا کرد، این به انتهای کورسش رسید و فشار افزایش پیدا کرد، اون وقت این در واقع مسیر راه اندازی خواهد شد. ببینید فشار زیاد شد، فشارمون زیاد شد و این پرشر سوئیچ ما راه اندازی میشه. میشه به انتهای کورس که رسید فشار زیاد شد، این راه اندازی خواهد شد. امیدوارم که با نحوه عمل کردین ها و مفهوم اینها به خوبی آشنا شده باشید. اما مدارهای منطقی که شالوده و اون شکل کلی مدارات الکتروهیدرولیک ما رو تشکیل میده عبارت است از مدار یز، مدار نو، مدار اند، مدار اور، مدار نند، مدار نور، مدار این هابیتیشن، مدار ایمپلیکیشن و مدار اکسکلوسیو. این چند مدار در واقع مدارات کلی هستن که ما به وفور در سیستم الکتروهیدرولیک استفاده میکنیم و کل اون مدارات رو با در واقع ترکیبی از این حالتهای مختلف ایجاد میکنیم. حالا من توضیحات این رو و نحوه کاربرد اینها رو در نرم‌افزار فلوت سیم توضیح میدم که تا درک بهتری نسبت به کارکرد اینها شما داشته باشید. خب اولین مدار ما مدار یس بود. خب من یک منبع ولتاژ DC 24 ولت وارد میکنم. مدار یس در واقع به ما میگه که وقتی سیگنال به اون برسه، سیگنالی بهش برسه، مسیر جریان الکتریکی رو برای ما راه اندازی میکنه و میتونه جریان الکتریکی از مسیر رو برو بکنه. خب برای مثال من اینجا یک کلید ساده قرار میدم و یک لامپ که نماد عملگر من خواهد. خب در اینجا اگر سیگنال به این برسه، الان سیگنال رو من به شکل دستی وارد میکنم، سیگنال به این برسه، میبینید که لامپ من الان روشن شد. یعنی با رسیدن سیگنال مسیر راه اندازی میشه. مدار بعدی من مدار نو بود. مدار نو برعکس مدار یس هست. یعنی وقتی سیگنال به اون برسه مسیر رو قطع میکنه و جریان الکتریکی دیگه عبور نمیکنه و به عملگر من نمیرسه.
ببینید در اینجا الان در حالت عادی مسیر در واقع جریان الکتریکی برقرار هست، وقتی سیگنال به این برسه، الان ببینید سیگنال رو به این میرسه، مسیر رو قطع میکنه و دیگه جریان الکتریکی به عملگر من نمیرسه. حالا بسته به کاربرد و اون چیزی که ما مد نظرمون هست، میتونیم در اون مدارمون یس قرار بدیم یا نو قرار بدیم. حالت سوم مدار اند هستش. اند یعنی دو تا دستور، دو تا سیگنال با همدیگه باید ایجاد بشن تا این عملگر من راه اندازی بشه. یعنی مثلا فرض کنید من میخوام جکم هم به انتهای کورسش برسه و هم فشار افزایش پیدا بکنه. خب ممکنه در حین حرکت فشار افزایش پیدا بکنه و به انتهای کورسش نرسیده باشه، یا به انتهای کورس برسه هنوز فشار زیاد نشده. برای اینکه مثلا اطمینان حاصل کنم به انتهای کورس رسیده، یک سیگنال از پرشر سوئیچ و یک سیگنال از میکرو سوئیچ میگیرم و دوتا با هم دیگه اند تشکیل میدن تا یک عملگر دیگه رو راه اندازی بکنن، مثلا یک هیدروموتور رو به راه بیاندازن. به طور مثال من اینجا آماده رو کپی میکنیم، به این شکل. خب به این یس هم یک یس دیگه اضافه میکنم، اونتا اینو من تحریک خارکی قرار میدم چون دوتا رو با هم دیگه باید فشار بدم، به این شکل با کیبورد نمیشه، یک رو مجبورم خارکی قرار بدم با تا اون یکی رو راندازی بکنم. الان ببینید در این حالت من اگر به تنهایی این رو فشار بدم، یعنی این سیگنال برسه، لامپ روشن نمیشه. اگر به تنهایی این سیگنال برسه، باز لامپ روشن نمیشه. اما هر دو وقتی با هم دیگه راه اندازی میشن، این لامپ روشن میشه. خب این میتونه مثلا برای سیگنالی باشه که از سمت پرشر سوئیچ من میاد، این سیگنالی باشه که از سمت میکرو سوئیچ من میاد، که هر دو باید در واقع عمل بکنن تا این عملگر من که میتونه مثلا هیدروموتور باشه راه اندازی بشه. مدار دیگه من اور هستش. اور برای حالتی هستش که هر دو حالت ایجاد بشه، هر دو یعنی یا این سیگنال ایجاد بشه یا اون سیگنال ایجاد بشه، اون عملگر من راه اندازی میشه. مثلا شما فرض کنید دو تا جک دو طرفه دارید، دو تا جک خطی دارید، میخواید هر کدوم از اینها به انتهای کورسش رسید یه کاری بکنید، یه عملگر دیگه رو راه اندازی بکنید، یا چراغ روشن بشه، آژیر روشن بشه. خب من الان برای حالت در واقع اور دو تا کلید به شکل موازی قرار میگیرن، الان اینجا به شکل سری قرار گرفتن، اونجا به شکل موازی قرار میگیرن، این شکل. کلید بعدی رو میاریم به شکل موازی قرار میدم با این. خب در اینجا الان مدار رو اندازی بکنم، چه من این سیگنال رو در واقع مثبت بکنم، یعنی این سیگنال برسه باز لامپ روشن میشه، این سیگنال هم به تنهایی برسه باز روشن میشه، دوتا هم با هم باشن باز روشن میشه، یعنی کافیه که یکی از این سیگنال ها یس بشه، یعنی راه اندازی بشه و ایجاد بشه تا این عملگر من به راه بیفته. خب این مداره که من خدمتون طراحی کردم به شکل مستقیم هست، یعنی ما کلید رو میزنیم مستقیما لامپمون روشن میشه. خب ما میتونیم اینا رو به شکل غیر مستقیم راه اندازی بکنیم، یعنی من با زدن کلید بیام یک رله رو راه اندازی بکنم و کنتاکترهای اون رله بیان این عملگر من یا این LED من رو روشن بکنن. به طور مثال الان برای این حالت همین مدار رو کپی میکنم، به این شکل این رو هم اینو دار به این سن. اینجا من به جای اینکه کلیدم اینجا قرار بدم، اینجا میام به یک رله قرار میدم، به این شکل. این نماد رله من در مدار هست و یک کنتاکتور میارم به این LEDم وصل میکنم به این صورت. برای اینکه این مدار بشناسه که این کنتاکتور مربوط به این رله هست، باید این رو نامگذاری کنم، این رو اسمش رو میذارم K1 و این رو هم K1، که توجه بشیم این کنتاکتور برای این رله هست. برای من غیر مستقیم دارم این لامپ هم روشن میکنم، چون من با زدن کلید استارت یک رله رو راه اندازی میکنم، این رله که راه اندازی شد بر طبق اون اصولی که خدمتتون عرض کردم کنتاکتورهاش هم راه اندازی میشه. الان یکی از کنتاکتورها رو دادم به این LED، با وصل شدن اون کنتاکتور این LED من روشن خواهد شد. ببینید، یعنی من رله رو راه اندازی میکنم، رله میاد و اون لامپ من رو راه اندازی میکنه. حالا همین کار رو من میام برای مدار نو در واقع اجرا میکنم، همین رو کپی پیست میکنیم. در این قسمت قرار میدم،
به این شکل. حالا اینجا میام به جای یس حالت نو رو قرار میدم.